ابو طالب عموی پیغمبر بیمار بود و در بستر افتاده بود. جمعیت مشرکان قریش گفتند از فرصت استفاده کنیم، به عیادت ابو طالب برویم و از او خواهش کنیم فرزند برادرش محمد را دعوت کنند با ما به نحوی مصالحه کنند. آمدند و خدمت ابو طالب رسیدند، گفتند خواهش میکنیم به فرستاد فرزند برادرت بیاد اینجا و با ما صلح و صفایی برقرار کند، نه ما او را آزار بدیم نه او نسبت به ما متعرض بشه. ابو طالب خواهش اونها را پذیرفت و فرستاد دنبال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا آمدند، ابو طالب عرض کرد که اینها بزرگان قریشند، آمدند و میگن که با تو ترتیبی بدیم که در صلح و صفا زندگی کنیم، چی از اونها میخواهی؟ پیغمبر اکرم جمله کوتاهی فرمود یا عمو جان ابو طالب، کلمتون واحدتون یعتونی ها یملکون به هل عرب و یدین لهم به هل عجم. اینا یه جمله با من موافقت بکنند من قول میدم در سایه این یک جمله تمام قبائل عرب اطراف اونها رو بگیرند و در معیت اونها باشند و تمام عجم هم دین و آیین اونها رو بپذیرند. ابو جهل در اون میان گفت که نعم و ابیک، اشو کلمات یک کلمه، منظور یه جمله است، یه جمله که سهله، ما 10 جمله حاضریم موافقت با تو کنیم، بگو زودتر اون یه جمله. فرمود تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه، بگید خداوند یگانه است و غیر خدا رو کنار بگذارید. جمعیت نگاه به هم کردن، تمام دعوای ما در همینه، ما میخوام بت‌ها رو نگه بداریم. میگه تمام بت‌ها رو دور بریزید و بیایید در سایه کلمه توحید لا اله الا الله. نگاه به هم کردند و بلند شدند و رفتم. من میخوام عرض کنم عزیزان، بینندگان عزیز، الان هم پیغمبر همون ندا رو داره میده، میگه مسلمان ها تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه، اختلافات کنار بذارید، همه زیر پرچم توحید متحد بشید، قبله شما یکیست، پیغمبرتون یکی، قرآنتون یکی و برنامه هاتون غالبا یکیست، بیایید دست به دست هم بدهید و متحد و متفق بشید. مع الاسف عده‌ای آمدن امروز نغمه اختلاف رو سر دادن و مسلمانان به جان هم انداختن، چه کشت و کشتارهایی، چه قتلهایی، چه ریختن خون بیگناهان، درست بر ضد آنچه پیغمبر میگفت. ما همه موحدیم، همه ما میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما شیعه ها عقیدمون اینه، مؤثر در عالم هستی خداست. اما در این حال قرآن میگه پیغمبر اکرم شفاعت در درگاه خدا میکنه، شفیعان دیگری هستند که در درگاه خدا شفاعت میکنند، به وسیله اونها از خدا بخواهید، به اذن الله همه چیز عملی میشود. حرف یکدیگر رو تحریف میکنیم، وصله شرک به هم میچسبونیم و با هم دعوا میکنیم، دیگه اون چیزی که پیغمبر گفت برامون حاصل نمیشود. فرمود یملکون به هل عرب و یدین و